خب چند تا سینونیم دیگه نگاه بکنیم. گفتم این دایره لغاتتون میره بالا، حتی اگه همه معنی ها رو یاد نگیرید گوش که بکنید توی جمله حتما به گوشتون میخوره و حداقل میتونید معنی جمله رو بفهمید. colorful یه چیزی که colorfulه، یعنی خوش رنگ، منتها خوش رنگی که ببینید تو انگلیسی نگاه میکنید میگه having much or varied color، رنگ های گوناگون داره، هم روشن هم خوش رنگ هم چند رنگ. خب سینونیماش ببینید، برایت برایت، مثلا ببینید برایت رو هم برای چراغ ماشین استفاده میکنید، همین وقتی برید تو اتاق ببینید خیلی پر رنگه میگید برایت، هم رنگ یه چیزی رو که پوشیده از وقتا میگید برایت. برای اینه دارم میگم حداقل بشنوید میدونید یه چیزی در رابطه با رنگ و اینا. vivid vivid یعنی آشکار. vibrant یه چیزی که تکون میخوره، زنده است، vibrant از اونجا میاد. پس از وقتهایی به چیز زنده، چیزی که نشون میده که داره زندگی میکنه، این معنی رو میده. به خاطر این با colorful سینونیمه. brilliant هم بعضی وقتا به یک کسی میزنم میگن he's a brilliant student، دانش آموز محشری، عالی، خیلی تند و تیزه. و بعضی وقتا برای رنگ و اینا هم استفاده میشه. radiant یعنی یه چیزی که انگار شعله و اشعه ازش میاد بیرون. radiant بعضی وقتا راجب چهره یه کسی میگن که خیلی اصلا حالت نیمچه روحانی داره یا خیلی زنده است. gaudy این زیاد استفاده نمیشه. multi colored هر وقت مالتی رو شنیدید یعنی چند، multi colored یعنی چند رنگ. بعد توی انگلیسی بریتانیا این بعد او و یو رو هم میذارن، color رو با او یو مینویسن. حالا یه وقتایی هست colorful رو برای مثلا راجبه داستانی، راجبه یه چیزی دارید صحبت میکنید که حالت داستان داره، colorful account، مثلا دارن راجع به چیزی صحبت میکنن میگن it's colorful account، ببینید full of interest یعنی خیلی جالبه. خب حالا سینونیما اینو ببینید، باز دو مرتبه vivid، graphic یعنی اصلا شکل ها و یه چیزهایی رو نشون میدن توش که colorful account میشه. lively زنده. animated همین animated هست که از لغت animal میاد، یه چیزیه که حس و جون داره. dramatic یعنی dramatic. fascinating یعنی خیلی جالب. interesting stimulating مثلا یه چیزیه که آدم مخشو به کار میندازه، عقلشو به کار میندازه، فکرشو به کار میندازه، خیلی جالبه. scintillating پس این سینونیما رو نگاه میکنید، اینه که اولا این تلفظ لغات براتون خیلی دقیق گوشتون میخوره و حتی اگر معنیشو یادتون بره باز میبینید یه جای شنیدم که هم وزن بود یا هم معنی بود با یه چیز دیگه. برای اینه که این سینونیمای اینجوری یاد بگیرید خیلی خوبه.